برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مراسم حج امسال به اتمام رسید و بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشورهای مختلف اسلامی آغاز شده است. امسال نزدیک به 900 هزار مسلمان در مراسم حج از خارج و داخل عربستان شرکت کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اولین تصویر تمام رنگی تلسکوپی فضایی وب از کهکشان‌های دور رونمایی کرد. تصویری که از یک خوشه کهکشانی که جزئی ترین تصویر از کیهان اولیه را نشان می‌دهد. در همین راستا رویترز گزارش داد تلسکوپ فضایی جیمز وب برای اولین بار تصاویر خارق العاده تمام رنگی و بسیار با کیفیت از اعماق فضا به زمین ارسال کرد. ده‌ها نفر بر اثر سیل طی روزهای اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار تلفات و میزان خسارات سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. 26 تن در ارزگان، 30 تن در زابل، 16 تن در شاهولی کوت قندهار، 8 تن در نورستان، 5 نفر در غزنه و حداقل 2 تن در میدان وردک جان باختند. روزنامه در تاکسپیگل از رسانه‌های محلی آلمان در گزارش اعلام کرد که یک مهاجم 37 ساله به زن محجبه‌ای که 39 سال دارد حمله کرد تا روسری او را پاره کند. بر اساس این گزارش این حمله در رستورانی در منطقه ویسنسی برلین رخ داد. بررسی‌ها برای مشخص شدن جزئیات بیشتر این ماجرا ادامه دارد. هلند در 27مین سالگرد کشتار بوسنیایی سربرینیستا در سال 1995 از خانواده‌های قربانیان این کشتار توسط نیروهای سرب عذرخواهی کرد. کاشسا اولوننگرن وزیر دفاع هلند در جریان شرکت در مراسم بزرگداشت کشتار گفت سربرینیستا به مدت 27 سال خاطرات وحشتناکی را در خود جای داده است. شکست سازمان‌های بین‌المللی در تأمین امنیت مردم بیگناه بوسنی همانطور که قبلاً وعده داده بودند منجر به کشتار، ویرانی و فاجعه در سربرینیستا شد. کمیته ناظر بر برنامه رشد استعدادهای قرآنی مرکز بین‌المللی قرآن در حرم مطهر حسینی میزبان تعدادی از شخصیت‌های قرآنی و مذهبی بود. استاد احمد شامی، مدیر اجرایی این برنامه گفت فعالیت‌های برنامه توسعه استعدادهای قرآنی در عراق در پنجمین دوره آن مانند سابق تنها به بخش‌های آموزشی محدود نشده بلکه میزبان شماری از شخصیت‌های قرآنی نیز بوده است.